الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خوش أسمينا لقعنا عزيز كم روز إن شاء الله وطلع يكيز درساي جديد أز درساي علوم إسلامي ما أشمع كبارت أز درساي عقيدة هست ما شما آغاز ميكنم أز الله جل جلاله رزو نسمك إن شاء الله وطلع ومارة توفيق که تا در رابطه با رای ازی در سا بتانیم که چیزهای جدید و چیزهایی که ما کمال تاسف اکثریت از او خبر ماندیم در رابطه با سلسی ترین چیز که عقیده اسلامی هست خدمت شما ارائه بکنیم پس که در روی تخته میبینین موضوع ما شما علم عقاید اسلامی هست و در موضوع درس اول که امروز داریم مقدمه داریم و در این مقدمه روی چند موضوع صحبت میکنیم که اول موضوعات خود علم معقاید اسلامی هست و عقاید اسلامی در دعوت انبیاء این السلام و بالاخره تقسیم بندی موضوعات علم عقیده هست که به الهیات و نبوات و سمیهات تقسیم میشه و در اخیر هم انشاءالله و تعالی در رابطه با هدف از تدریس علم عقاید اسلامی برای انسان مؤمن و مسلمان و ضرورتش صحبت میکنیم قبل از اینکه در را آغاز بکنیم میخوایم یک معرفی مختصر از خود داشته باشم اگرچه اکثریت ببینندگان محترم با و چهره ما آشنا هستند ولیکن چون هم برنامه جدید آغاز میشه و یک درس های جدید را ما شروع میکنیم پس خوب است و بهتر است که اقلا کسانی که در را میشنوند بفهمند که کسانی که در را ارائه میکنند تا چه حد در رابطه با ارائه از این درس تجربه دارند نام عبدالله نوری است و از استازه پانزه شریعت پانتون کابل استم تخصص خود در عقیده و فلسفه از کشور مصر گرفتیم و تقریبا مدت 16 سال است که من حیث استاز برحال در پانزه شرایط فای وظیفه میکنم کنم و همچنان مزامین عقیده را در پانتونه های خصوصی هم ارائه کردیم و به خاطر خواستم که درسای عقیده را از طریق درسای رسانه‌ای و یا از طریق صفحات مجازی هم ثبت بکنم که تا بینندگان ما که در کشورهای دیگر هستند و تسار جهان هستند و اکثریت کسایی که نمیتانند که در نهادهای تحصیلی و در صنوف بیایان و از این موضوعات آگاه نه اونا هم بتانند که در هر وقت و زمان از این موضوعات استفاده کرده و بتانن که مو مسئولیت و مکلفیت ایمانی و اسلامی خود در رابطه با فرا گرفتن علم که بالای هر انسان مؤمن و مسلمان فرض عین می و مسائل عقیده در سرخط از او قرار داره تا اندازه بتانند که پورا بسازن پس بس به این اساس بینندگان عزیز موضوعات علم عقاید اسلامی از زمانی که ما در دین مقدس اسلام مورد بحث قرار میتیم

و انبیاء علیه مسلم مکلف می که تا تماما آن چیزی که از وحی سماوی و کلام الهی برای ایشان نازل شده او را برای مردم برسانند و تبلیغ بکنند که تا برای هیچ کسی در روز قیامت حجت باقی نماند وحی سماوی و یا کلام الهی را اگر ما در حقیقت نظر اندازی بکنیم ای در حقیقت یک سلسله احکامی هست احکامی هست که در دو بخش میشه وحی الهی وحی سماوی که کلام الله رب العزت هست ای در حقیقت یک سلسله احکام هست که با دو بخش اساسی تقسیم بندی میشه یکی از این مسائل اعتقادی تشکیل میده یکی از این مسائل اعتقادی تشکیل میده و بخش دوم از این احکام مسائل عملی تشکیل میده مسائل اعتقادی را علمای علم اسلام هم به معنای اصول گرفتن و هم به معنای اساس بر ما بیان می‌کنند و مسائل عملی را به معنای احکام فرعی برای ما بیان می پس به اساس اگر ما موضوعات علم عقاید اسلامی را در وحی سماوی که کلام الله رب العزت هست مورد بحث قرار بتیم پس ای در حقیقت در کتگوری بخش مسائل اعتقادی می آیا. مسائل اعتقادی می آید. پس آن چیزی که ما در رابطه با احکام الهی که از طریق انبیاء علیه السلام برای ما رسیده صحبت میکنیم و درسای خود انشاءالله و طلاب پیش میبریم ای در حقیقت این بخش اعتقادی هست اما آن چیزی که بخش عملی میشه بخش عملی این مربوط فقه اسلامی هست و استادای محترمه که در رابطه با فقه اسلامی تدریس میکنند بازی مسائل عملی را برای ما و شما بیان میکنند شاید سوال بر ما پیدا شود که خب موضوع مسائل اعتقادی و احکام عملی از هم دیگر چه فرق دارند احکام اعتقادی در حقیقت عبارت از هم احکام هست که متعلق به مسائل ایمان و عقیده ما و شما میشه اما مسائل احکام عملی ای در حقیقت عبارت از احکامی هست که متعلق به عمل کرد ما و شما میشه یعنی به ایمانه که مسائل و یا احکام اعتقادی بود داخلی داره که متعلق به مسائل قلبی ما و شما میشه اما مسائل احکام عملی بود ظاهری داره که متعلق به اعمال ما و شما میشه آن چیزی که ما توسط حرکات و سکنات خود انجام میتیم نماز میخوانیم، روزه میگیریم، زکات میتیم، حج میکنیم، دعوت میکنیم، جهاد میکنیم عمل بالمعروف و نهی از منکر میکنیم کل از اعمال ظاهری هست که ما, ما انجام میتیم اما مسائل اعتقادی در حقیقت آن چیز هست که ما در داخل خود ایجاد میکنیم که در حقیقت عبارت از امو مسائل ایمان و عقیده هست که انشاء الله از خلال ازی در سایه عقاید اسلامی در رابطه با هر یک ازی مفصلا انشاء الله صحبت صورت میکنه موضوع دوم ما و شما عقاید در دعوت انبیاء علیهم السلام میباشند خب شک نیست که در رابطه با وحی سماوی زمانی که ما براتان بیان کردم که وحی سماوی که در برای انبیاء علیه السلام نازل میشه ای دو بود داشت بود اعتقادی و بود عملی پس نقش عقاید اسلامی در دولت در دعوت انبیاء علیه السلام چی است؟ نقش عقاید اسلامی در دعوت انبیاء علیه السلام ویژگی و خصوصیتش ایمه باشه که انبیاء علیه السلام از عهد و زمان آدم علیه السلام تا به عهد و زمان پیغمبر آخر و زمان صلی الله علیه و سلم در بود اعتقادی هیچ گونه تفاوت میانشان وجود نداشت. هیچ گونه تفاوت میانشان وجود نداشت. یعنی در دعوت انبیاء علیه السلام زمانی که ما عقاید مورد بحث قرار میتیم انبیاء علیهم السلام در مسائل اعتقادی هیچ گونه اختلاف بین همدیگر نداشتند بلکه همه انبیاء علیهم السلام که آغازش از آدم علیه السلام میشه و نهایتش به پیغمبر صلی الله علیه و السلام میرسه و بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و السلام تا به قیام قیامت ادامه پیدا میکنه متوجه باشیم بینندگان عزیز که در باب اعتقادی یا عقاید و یا مسائل ایمان هیچ گونه اختلاف در دعوت انبیاء علیه السلام وجود نداشته بلکه همه انبیاء علیه السلام یک عقیده را برای تمام به می میرسانیدند و به جهت است که ایمان ما به انبیاء علیهم السلام تکمیل نمیشه تا با وقتی که به همه انبیاء علیهم السلام ما ایمان نداشته باشیم و با جهت از ای که تمام انبیاء علیهم السلام در بعد عقیده ارتباط مستقیم و محکم با یک دیگر خود دارند اما تفاوتی را که ما در دعوت انبیاء علیهم السلام مشاهده می کنیم تفاوت در دعوت انبیاء علیهم السلام در رابطه با احکام عملی بوده یعنی آن چیزی که متعلق به عمل ما میشه پس در بود احکام عملی شک نیست که انبیاء علیه السلام یکی از دیگر در رابطه با احکام عملی متفاوت بودند احکام عملی که در عهد و زمان آدم علیه السلام بود و غیر احکام عملی بود که در عهد و زمان ابراهیم علیه السلام و هایده احکام عملی که در عهد و زمان موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و بالاخره احکام عملی که امروز در شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم ما و شما داریم با احکام عملی که در شریعت های انبیا قبل از صلى صلی الله علیه و وسلم بودن شک نیست که تفاوت های بسیار زیادتر ما و شما مشاهده میکنیم و از جمله برخ از این تفاوت ها می خوایم که اشاره بکنیم که طالبوفامن بینندگان عزیز که این تفاوت ها در در باد احکام عملی در دعوت امیه علیه وجود داشت به طور مثال اگر ما در باد احکام عملی در دعوت امیه علیه السلام ما شما مراجعه بکنیم به طور مثال ما شما بینیم که امیه علیه السلام قبل از پیغمبر صلی الله علیه سلم به طرف وقتی که نماز میخواندند، اونا به طرف بیت المقدس نماز میخواندن یعنی به این که قبله از اونها بیت المقدس بود و حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلام زمانی که به نبوت و رسالت مبعوث شدند و نماز بالای مسلمان ها فرض گردید پیغمبر صلی الله علیه و سلام هم تقریبا مدت چندین ماه به طرف بیت المقدس نماز خواندند و این در حقیقت هم پیرویشان از انبیاء علیهم السلام در رابطه با بود احکام عملی بود که اونها هم به طرف المقدس نماز می اما حکمت الله جل جلاله تقاضا کرد که در شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و قبله مسلمان ها از بيت المقدس به طرف الحرام تحویل شود واظمی خاطر بود که الله رب العزت در قران مجید از این حقیقت ما شما را آگاه می سازد و می قد نرا تقلب وجهک في السماء نولي أنك قبلة ترضاها بيقين ما مبين نزر هاي ترى بطرفي أصمان ترى بطرفي أصمان قبلة وما ان زكي تومي خاي ورازي روي ترى برمي جاردانم و بعد رب العزت أمر ميكونك فوالي وجهك شطر المسجد الحرام پس دور رویت را به طرف مسجد الحرام یعنی به که قبله از بیت المقدس به طرف بیت الحرام چی میشه؟ تحویل میشه پس این حیث یک مثال براتون بیان کردم که در بعد احکام عملی در دعوت انبیاء علیه السلام اختلافات وجود داره و این اختلافات در حقیقت به خاطرمو امو حالات و شرایط هست که در حیات و زندگی انسان ها پیش میشه یعنی به که اگر در بود عملی ما و شما نظر بکنیم شکل نیست که در بود عملی در نظر به گذشت زمان نظر به تجربه هایی که ما پیدا میکنیم نظر به پیشرفت هایی که صورت میگیره و نظر به آن امکانات جدیدی که در حیات و زندگی انسان پیش میشه شه شکل نیست که احکام بود عملی در حیات و زندگی انسان تغییر میخوره و به می خاطر در باب احکام عملی انبیاء علیه السلام در برخی مسائل از هم دیگر فرق داشتند اما متوجه باشین بینندگان عزیز که دعوت انبیاء علیه السلام در بود عقاید اسلامی هیچ گونه تفاوتی وجود نداشت یعنی به این که هر نبی و پیغمبر زمانی که آمده اولین دعوتی که برای قوم خود کرده دعوت به طرف توحید بوده یعنی توحید الله جل جلاله و این در حقیقت شعار انبیاء علیهم السلام است که قرآن مجید برای ما و شما بیان میکنه که یا قوم اعبدالله الله ما لکم من اله غیره این شعار انبیاء علیهم السلام است هر نبی و پیغمبر آمده و شعارش اینمی آیه کریمه بوده که یا قوم ای قوم من اعبد الله الله را پرستش بکنن عبادت بکنن ما لکم من اله غیرو برای شما ب غیر از الله هیچ معبود دیگری وجود ندارد پس همه انبیا علیهم السلام آمدند و بشریعت به طرف وحدانیت و یگانگی و عبادت الله ج جل جله دعوت کردن هم انبیا علیهم السلام آمدند و بشریعت به طرف ایمان آوردن به روز آخرت الشاد و رحمایی يكردن و همه انبیاء علیهم السلام آمدن و بشریت به طرف ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام ارشاد ورحمة و بل در رابطه با مسائل عقیده و در دعوت انبیاء علیهم السلام ما هیچ گونه تفاوت را پیدا نمی بلکه دعوت انبیاء علیهم السلام در بود اعتقادی هیچ گونه تفاوت نداره اما تفاوت دعوات هم سلام در دعوت انبیاء علیه السلام در باد احکام عملی هست و یه هم نظر به مو شرایط و حالاتی که در جوامع انسانی پیدا میشه پس الله جل جلو مطابق از هم احکام برایشان عیار می موضوع بعدی که در رابطه با او صحبت می کنیم بینندگان عزیز مسئله تقسیم بندی موضوعات علم عقیده هست شکل نیست که علم عقیده اگر علم بسیار گسترده می باشه و موضوعات به حد زیاد در بند می گیره و علمای علم عقیده که ما به نام علماء علم کلام هم یادشان میکنیم اونا در حقیقت این موضوعات علم عقیده را از قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام برای ما شما جمع کردند یعنی به این که اگر ما در رابطه با موضوعات علم عقیده اسلامی نظر اندازی بکنیم اصل موضوعات علم عقیده اسلامی در قدم اول در قرآن مجید و در قدم دوم در سنت متحره پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما ذکر شده یعنی به این که مسائل عقیده در قدم اول قرآن مجید که کلام الله را بولی است و بعد از او شرح و تفصیل و بیان از او در سنت متحره پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما ذکر شده منتها اگر ما در قرآن مجید نظر بکنیم شک نیست که قرآن مجید نه تنها که مسائل عقیده بلکه تمام این که انسان مؤمن و مسلمان در حیات و زندگی دنیا و آخرت خود به اون نیاز داره همه بر ما بیان کرده و شک نیست که سنت متحاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تأسی از قرآن مجید تمام از این چیزها رو برای ما شما شرح و تفصیل کرده بس به این معنا که موضوعات علم عقیده در قرآن و سنت متحری پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک بود از این برای ما تشکیل میده یک بود از قرآن مجید و یک بود از سنت متحری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حقیقت موضوعات علم عقیده تشکیل میده با شک نیست که ان شاء الله تعالی که در رابطه با مسائل تعریف عقیده و یک علم علم عقیده چه قسم به میان آمد و چه قسم گسترش پیدا کرد و چه باعث شد که علما علم معقیده را بکنم و در رابطه با این شالله و طلا ما در و مفصله داریم که پیشکش میکنیم ما امروز فقط اما قدر میخواستم که تقسیم بندی موضوعات علم عقیده را برای تان بیان بکنم که ما زمان که علم عقیده را تدریس میکنیم موضوعات از این با چند کتگوری تقسیم میشه و با چند کتگوری ما را مورد بحث قرار میدیم پس علمای علم علمای اسلام مسائل عقیده از قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع کردم و بعد از او این موضوعات علم عقیده که در حقیقت امو ارکان اساسی ایمان بود ارکان اساسی ایمان بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما بیان کرده بودند که در حقیقت ایمان عبارت از ایمان آوردن به یا عقیده داشتن به وجود الله جل جلاله به روز آخرت با انبیاء علیه السلام به ملائکه و فرشته ها به کتاب های آسمانی و بالاخره به با قضا و قدر و یا تقدیر خیر و شر که از جانب الله جل جلاله می یعنی ب که مسائل علم عقیده در حقیقت امو موضوعات و عناصر اساسی ایمان ما هست که پیغمبر صلی الله علیه و او را صراحتا در حدیثی که به نام حدیث جبرئیل علیه السلام یاد میشه برای ما شما بیان کردن و این مسائل در حقیقت شش موضوع اساسی یا شش عنصر اساسی از عناصر ایمان است که مارودن به الله جل جلاله و ایمان آوردن به روز آخرت ایمان آوردن به انبیا علیهم السلام ایمان آوردن به ملائکه ایمان آوردن به کتاب های آسمانی و ایمان آوردن به قضا و قدر و شک نیست بینندگان عزیز که اگر این موضوعات در قرآن مجید و سنت متحری پیغمبر صلی الله علیه وسلم مورد بحث قرار بتیم شک نیست که در رابطه با هر یک از این موضوعات بدها آیت در آیات قرآن مجید و بدها احادیث در احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم داریم که ما و شما را در رابطه با ایمان و به الله جل جلاله شاد و رهنمایی میکنه مسائل آخرت را برای ما بیان میکنه در رابطه با انبیاء علیهم السلام برای ما و شما میگه از ملائکه ما و شما را خبر میده کتاب های آسمانی را برای ما بیان میکنه و بالاخره قضا و قدر را برای ما و شما مورد بحث قرار میده پس علمای اسلام و علمای علم عقیده زمانی که این مسائل یک یک موضوعاتشانه از قرآن و سنت متحره پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع آوری کردند پس این مسائل ششگانه را در سه کتگوری که ما در اینجا براتان نوشته کردیم در سه کتگوری اونا ای را تقسیم بندی کردن و یا در سه کتگوری ای را تصنیف کردن و این کتگوری ها را علمای علم عقیده ای اسلام کتگوری اولش مصمم به الهیات کردند کتگوری دومش هم مسما به نبوات کردن و کتگوری سوم از این مسما به سمعیات کردن یعنی به این که موضوعات علم عقیده را زمانی که ما مورد بحث قرار میتیم موضوعات اساسی در علم عقیده اسلامی موضوعات الهیات است نبوات است و سمعیات است و شکل نیز عزیز که در اینجا در سای ما و شما تخصصی و مسلکی می باشه و جهت از ای که شاید اکثریت خانواده های ما در رابطه با ای اصطلاحات شاید که معلومات کافی نداشته باشند و جهت از ای که خود ما از خلال تجاربی که در سنوف درسی درس میتیم و شک نیست که در صنوف درسی, درس در درسی محصلین هم امی اولادهای خود ما و شما هست یعنی به ایمان که محصلین بار اول زمان که اصطلاحات میشنون برایش بسیار غریب می باشه و حتی زمانی که از اونا پرسان می که آیا شما در رابطه با الهیات یا سمعیات تال چیز شنیدین اصلا اکثریت از اونا می ما در رابطه با هیچ چیز نشنیدیم پس به این اساس اگرچه در ساده در اینجا یک کمک کاری تخصصی و مسلکی میشه ولی که متوجه باشیم بینندگان عزیز که ما مکلف هستیم که اصطلاحات باید بفهمیم یعنی امروز اگر ما یک موبایل می داشته باشیم یک یک یک, یک،, یک، چیز جدید تکنولوژی می داشته باشیم و در رابطه با تمام اصطلاحات از او آگاهی داریم آیا ما مکلب به این نیستیم که اصطلاحات علم عقیده خدا اصطلاحاتی که ما در مسائل زکات داریم اصطلاحاتی که ما در نماز داریم اصطلاحاتی که ما در حج داریم اصطلاحاتی که ما در علم عقیده داریم آیا ما مکلف نیستیم که اصطلاحات بفهمیم پس شک نیست که هر یک دانستن از این اصطلاحات برای ما شما چی می باشد ضروری می باشه. <تصفح> پس به این اساس علما علم عقیده با جهت ازی که بتانند که تصنیف بندی موضوعات علم عقیده را کوتاه‌تر بکنند مختصرتر بکنند از شش موضوع و یا شش عنصر ای را به سه کتگوری برای ما شما چه کردن؟ تقسیم بندی کردند که در تحت هر یک از این کتگوری های الهیات و نبوات و سمعیات دو دو عنصر از این مسائل ایمان و عقیده چه میشه؟ داخل میشه پس موضوعات به این خاطر براتان بیان میکنم که انشاءالله و تعالی در سای عقیده که ما به پیش میبریم و می طریقه کتگوری اول الهیات است و کتگوری دوم نبوات است و کتگوری سوم هم سمعیات می باشه پس ما چه قسم می که اناسر ششگانه را در تحت از این سه کتگوری ما شما جای بدیم پس شک نیست که الهیات دو موضوع از موضوعات علم عقیده را در بر می گیره که الهیات در گیرنده مسائل ایمان به الله جل جلاله و ایمان آوردن به قضا و قدر میشه. یعنی به این که دو موضوع در تحت الهیات مورد بحث قرار می گیره. در تحت نبوات دو موضوع دیگر از عناصر ایمان مورد بحث قرار می گیره که در حقیقت ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام و به کتاب های آسمانی است یعنی به این که نبوات دو عنصر دیگر از عناصر ایمان ما شما را در بر می گیره که ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام و ایمان آوردن به کتاب آسمانی در تحت نبوات مورد بحث قرار می گیره. و بالاخره در سمعیات دو موضوع باقی مانده از عناصر ایمان ما و شما که یکی موضوع ایمان آوردن به روز آخرت و دیگر هم ایمان آوردن به ملائکه می باشه پس به این اساس در این سه کتگوری ما در حقیقت شش عنصر از عناصر ایمان مورد بحث قرار میدیم و در حقیقت اینمی شش عنصر و سه کتگوری تماما موضوعات علم عقیده هست که بالای از بحث میشه و کل مسائل عقیده در حقیقت در تحت نمی سه کاتگوری و شش عنصر مورد بحث قرار میگیره پس به اساس ان شاء الله تعالی ما هم چون درس امروز ما شما درس مقدمه هست و ما خواستم که یک وضاحت در رابطه با علم عقاید اسلامی براتون بدم ان شاء الله تعالی و شما هم بعد از اینکه ان شاء الله تعالی مسائل عقایده مفصلا ما شما تا 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 شرح میکنیم و تفصیل میکنیم و در رابطه با او صحبت مفصل میکنیم بعد از او باز در سای خدا تبقیه زی کتگوری ها در رابطه با الهیات و بعد از این الهیات خلاص کن در رابطه با نبوات و بعد از این مسائل نبوات خلاص شد در رابطه با سمیات و یا به عباره دیگر برتان بگویم در قدم اول ما در رابطه با مسائل عقیده روی ایمان آوردن به الله جل جلاله و ایمان آوردن به قضا و قدر صحبت میکنیم و بعد از اون انشاءالله و مسائل که لخ خلاص شد روی موضوعات ایمان آوردن به انبیاء ایم سلام و کتابهای آسمانی صحبت میکنیم و بعد از اینکه موضوع انبیاء ایم سلام خلاص شد روی موضوعات ایمان آوردن به روز آخرت و ملائکه صحبت میکنیم و این اساس الله را بلذات مرا و توفیق بته تمام موضوعات علم عقیده را مورد بحث قرار میدیم. آخرین موضوعی که خدمتان تقدیم میکنم و به صورت خلاصه و فشرده می برتان بیان بکنم که تا خسته نشین هدف است این مقاید اسلامی و ضرورت آن برای انسان مؤمن و مسلمان چی می باشه شکل نیز عزیز که اگر ما در دعوت انبیاء انسان قسمی که پیشتر براتان بیان کردم که دعوت انبیاء الانسان که یکی بود اعتقادی داشت و یکی هم بود عملی داشت بود عملی داشت پس ما باشین که بود اعتقاد بود عملی ما و شما هیچ وقت مورد پذیرش الله جل جلو قرار نمیگیره تا با وقتی که ما بود اعتقادی درست نداشته باشیم پس به با این اساس بود اعتقادی در حقیقت اساس است و تهداب است در رابطه با عمل ما پس ضرورت دانستن علم عقاید اسلامی به چه خاطر است که تا ما بتانیم که عمل نیک و عمل صالح و عمل شایسته را که از او اجر و ثواب در روز آخرت بگیریم و با ای عمل خود در روز قیامت از آتش جهنم نجات پیدا بکنیم متوجه باشین که عمل ما ارتباط مستقیم با چی داره؟ با عقیده ما داره عقیده هست که عمل ما بر و شما را پر ارزش می و هر زمانی که در عمل ما و شما عقیده از بین رفت متوجه باشین که ارزش عمل از بین میره و هر زمانی که عقیده انسان متزلزل میشه متوجه باشین که الله رب العزت تمام اعمالش از بین میبره و این چیزی هست که الله رب در قرآن مجید برای ما شما بیان کرده که و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله هر کسی که در مسائل ایمان کافر شوه هر یک از این مسائل الله تمام اعمال از چی میکنه برباد میکنه و هر کسی که هر عمل را انجام میده و عقیده به این چیزها نمیداشته باشه الله هرگز عمل از رو قبول نمیکنه پس به این خاطر بود عقیده در حیات و زندگی هر انسان مؤمن و مسلمان ضروری می باشه به جهت از ارتباط مستقیم با عمل ما داره که انشاءالله و تعالی چیز گرفته باشین خلاصه درسی که امروز در رابطه با مقدمه علم عقاید اسلامی خدمتتان ارائه کردم در رابطه با موضوعات علم عقاید اسلامی براتان گفتم که در وحی سماوی کلام الهی که برادر از ما احکام می باشه بود اعتقادی و بود عملی می باشه وعقاید اسلامی در دعوت انبیا علیهماسلام هیچگونه تفاوت بین ابیعمدابطبعقدوجود ندارماتفوتعوبفتمکدر بعد عملیتتقیمبندی موضوعات علمعیداسامک مخانجودثیغمبر استنبا کردن ب س کتوری تقیمبندی کرن ک یاتت ک در برنامنب اللهقاوقدر جل میش نبوات است که در برگیرنده ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام و کتاب های آسمانی میشه سمعیات است که در برگیرنده ایمان آوردن به روز آخرت و ملائکه و در رابطه با ضرورت علم عقاید اسلامی هم برتون بیان کردم که چون عقیده ارتباط مستقیم با عمل ما داره و عمل ما هیچ وقت به الله جل جلاله قبول نمیشه تا با وقتی که ما عقیده درست نداشته باشیم پس به با این خاطر برای هر یک ما ضروری هست که عقیده خدا به صورت درست, درست درک بکنیم الله رب العزت شما را به حفظ و امان خود داشته باشه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.